برای ساختن بازی اول پس زمینه مورد نظرم رو انتخاب میکنیم. بازی من دو تا پس زمینه داره، پس زمینه شهر و پس زمینه دوم رو یه پس زمینه ساده در نظر میگیرم که میخوام یه متن داخلش بنویسم به کمک قسمت ویرایش پس زمینه. از قسمت تی یا تکس متنم رو در واقع تایپ میکنم. میتونید متنتون رو کوچیک و بزرگ کنید و جاش رو توی صفحه تغییر بدید و هر جایی که مد نظر هست در واقع اون رو قرار بدید. میتونید رنگ متنتون رو تغییر بدید، روشناییش رو، شدتش رو یا حتی خود رنگ رو تغییر بدید. حالتهای مربوط به رنگ رو میتونید تغییر بدید و حتی میتونید پس زمینه یا در واقع پشت صحنه‌تون رو تغییر بدید به کمک در واقع ابزار سطل رنگ. و حالا اگر رنگی هم که انتخاب کردید مورد نظرتون نبود، میتونید از کلید آن دو استفاده کنید و دوباره به تنظیمات اولیه برگردید. خب بعد از اینکه کار مربوط به در واقع پس زمینه ها تمام شد، اگر پس زمینه اضافی هم وجود داره اون پس زمینه رو پاک میکنیم و فقط اون پس زمینه های مورد نظر رو نگه میداریم. برای کد نویسی هم چون من میخوام در واقع برنامه من با صحنه شهر شروع بشه، به این ترتیب کد رو می‌نویسم که وقتی که کلیک کردم روی پرچم، پس زمینه من در حالت مربوط به شهر باشه که اسمش هست Colorful City. پس هر وقت کلیک کنم این پس زمینه نمایش داده میشه. حالا من میخوام علاوه بر این پس زمینه هر وقت کلیک میکنم یه صدایی هم در پس زمینه وجود داشته باشه. پس تو قسمت مربوط به صدا میرم و از قسمت آلبوم صدا صدای مورد نظرم رو انتخاب میکنم. شما میتونید هر در واقع صدایی یا آهنگ رو که دوست دارید انتخاب کنید. روش اگر تغییر لازم هست اعمال کنید و نهایتاً برگردید به قسمت کد نویسی و اون صدایی که تغییرات رو روش انجام دادید یا انتخاب کردید رو اضافه کنید. چون من میخوام در طول برنامه این صدا پخش بشه، پس در واقع از گزینه برای همیشه استفاده میکنم، پخش صدا تا انتها برای همیشه. حالا هر وقت که پرچم رو بزنم تا انتهای تا زمانی که کلید استاپ رو نزنم این صدا پخش میشه. خب حالا میرم شکلک مورد نظرم رو اضافه میکنم. اینجا دو تا شکلک دارم. این شکلک دختر رو انتخاب میکنم. حالا شما میتونید هر شکلک رو در نظر بگیرید. سایزش رو دوست دارم کمتر کنم. خب اندازش رو یعنی 80 میکنم من. در جایی که مورد نظرم هست قرارش میدم و هدفم این هستش که در واقع این پرش عمودی داشته باشه. شکلک بعدیم هم یه توپی در واقع در نظر میگیرم که به سمت این دختر میره و قرار دختر از روش بپره. حالا میرم سراغ کد نویسی. برای کد نویسی این دختر که اسمش دنی هست، میخوام هر وقت کلید فاصله فشرده میشه میخوام از صفحه کلید استفاده کنم. حالا شما میتونید هر گزینه دیگه ای رو انتخاب کنید به غیر از کلید فاصله عملیات پرش اتفاق بیفته. خب عملیات پرش رو به این صورت مینویسم. از حلقه تکرار استفاده میکنم و از بلوک در واقع تغییر وای به اندازه. چون من میخوام پرش داشته باشم میخوام به صورت عمودی حرکت کنه دیگه. میبینید هر وقت که کلید فاصله رو بزنید 10 تا میره بالا. خب همین بلوک رو تکثیر میکنم و به جای 10 تا منفی 10 مینویسم، چون وقتی رفتم بالا حالا میخوام برگرده پایین. خب حالا میبینید اگر من کلید اسپیس رو بزنم میره بالا و برمیگرده پایین. میتونم ما بین این دوتا بلوک از بلوک سبکن استفاده کنم. حالا وقتی اسپیس رو میزنم یه مقدار صبر میکنه و بعد پایین میاد. اگر مقدار صبر رو میخواید تغییر بدید میتونید عددش رو کمتر کنید. خب حالا کمتر وامیسته. دیگه این قسمتش بستگی به خودتون داره. به این ترتیب کد مربوط به دختر رو مینویسم. حتی میتونید یه صدا اضافه کنید که موقع پریدن یه با همراه صدایی باشه که خب مثلا من از صدای جامپ استفاده میکنم. یعنی هر موقع که بپره این صدا هم شنیده بشه. خب پس میام این رو بعد از وقتی کلید فاصله فشرده بشه اضافه میکنم. حالا هر وقت من کلید فاصله رو میزنم، یعنی هر وقت عملیات پرش میخواد انجام بشه، این صدا هم پخش میشه. خب حالا میخواییم کد مربوط به توپ رو بنویسیم. قرار توپ سر بخوره به سمت دختر یا همون دنی. وقتی بازی شروع میشه میخوایم این اتفاق بیفته. پس میگیم وقتی که پرچم کلیک میشه
توپ میخوایم سر بخوره یا بره به سمت دختر. پس از قسمت حرکت بلوک سر بخور رو انتخاب میکنم. ببینید عددی که جلوی X و Y نوشته شده موقعیت فعلی توپ من هست، یعنی در چه مکان افقی و عمودی قرار داره. گفتیم X مکان افقیه، Y موقعیت عمودیشو نشون میده. خب توپ اینجاست. حالا دقیقا میخوایم به صورت افقی حرکت کنه و برسه به دختر. پس موقعیت عمودیش رو نمیخوایم تغییر بدیم، فقط موقعیت افقی میخواد تغییر کنه. پس تو این قسمت سر بخور عدد اول که مربوط به ایکس رو تغییر میدم. هر عددی نوشته شده رو دوباره مینویسی با علامت منفی. خب یعنی مینویسم منفی 216. حالا ببینید وقتی کلیک میکنم دقیقا سر میخوره به سمت دختر. خب من چون میخوام این هر دفعه تکرار بشه، باید بلوک برو به X و Y مشخص شده رو ابتداش اضافه کنم و اون X و Y اولیه همون جایی هست که قرار بود توپ اول باشه. خب پس همونجور که اول اومدم عبارت مربوط به X رو منفی کردم، دوباره همون عدد قبلی رو اگر بنویسم برمیگرده سر جای اول خودش دیگه و این کار رو هی تکرار میکنم. پس من میگم برای همیشه بیا سر جاد برو به سمت دختر، بیا سر جاد برو به سمت دختر و همونجور که میبینید به این ترتیب در میاد. اگر من بخوام با سرعتی کمتری به سمت دختر بره، این سر بخور در 1 ثانیه رو تغییر میدم. خب الان وقتی کردم 2 ثانیه با سرعت کمتری به سمت دختر رفت. حالا من میخوام وقتی که برخورد هم کرد بازی تمام بشه. پس از گزینه اگر آنگاه استفاده میکنم، میرم تو قسمت تشخیص و اون قسمت خالی رو به کمک بلوک خوردن به پر میکنم. به صورت پیش‌فرض اونجا نوشته خوردن به اشارهگر موس، اما من میخوام که اگر توپ من بخوره به دختر یا همون دنی، اسم این دختر الان دنیه دیگه، اگر بخوره به دنی اتفاقی بیفته. چه اتفاقی بیفته؟ بازی تموم بشه. پس احتیاج دارم که اگر خورد برم تو قسمت ظاهر و بلوک تغییر پس زمینه رو انتخاب کنم. چون اگه یادتون باشه من پس زمینه دومم رو نوشته بودم بازی تموم شد. حالا نگاه کنید اگر توپ بخوره پس زمینه تغییر میکنه به حالت تمام شد. خب حالا من میخوام این توپ و در نهایت دختر هم دیگه تو این صفحه وجود نداشته باشن. خب پس یه سری کدای دیگه اضافه میکنم که این دوتا هم دیگه در صفحه وجود داشته باشن. اولا که در واقع از قسمت ظاهر من میام بلوک پنهان شو رو انتخاب میکنم. پس وقتی که برخورد میکنن هم پس زمینه تغییر میکنه و هم توپ من پنهان میشه. خب امتحان بکنیم با هم. خب فقط الان اینجا یه مشکلی وجود داره. اگه من برنامه رو شروع کنم خبری از توپ نیست. چرا؟ چون من قبلی توپ رو پنهان کردم اما دیگه ظاهرش نکردم. پس برای اینکه این مشکل برطرف بشه میام بلوک ظاهر شو رو در ابتدای این کد نویسی اضافه میکنم. یعنی وقتی که کلید پرچم فشرده شد و اگه پنهان شده ظاهر بشه و بعد بقیه ای بازی انجام بشه. از بین رفت، یعنی پنهان شد و وقتی که پرچم رو بزنم ظاهر میشه. حالا من میخوام وقتی که برخورد هم صورت میگیره یه صدایی هم در واقع همراهش باشه. باز میرم تو قسمت صدا و یه صدایی رو برای برخورد هم در نظر میگیرم. مثلا از قسمت جلوه ها من این بونگ رو انتخاب کردم. خب این صدا رو اضافه میکنم تو داخل حلقه اگر که اگر برخورد کرد این صدا پخش بشه. ببینید بازی تمام بشه که پنهان بشه. خب همونجور که گفتم من میخوام دختر هم پنهان بشه. پس بریم دوباره برگردیم به کد نویسی دختر و یه چند تا کد رو بهش اضافه کنیم. خب میرم تو قسمت رویدادها و بلوک وقتی پس زمینه تغییر کرد رو انتخاب میکنم. خب ببین من میخوام وقتی پس زمینم به حالت بلو اسکای رفت، یعنی اون پس زمینه دوم رفت، این دختر هم چی بشه؟ محو بشه. پس میگم وقتی این اتفاق افتاد پنهان شو. خب برای اینکه دوباره همون مشکل قبلی پیش نیاد، چون وقتی پنهان میشه مشکل بازی دختر من پنهان شده هست، بنابراین یه کد دیگه هم اضافه میکنم و اونم اینه که وقتی که کلید پرچم فشرده بشه دوباره شکلک من ظاهر بشه.
خب به این ترتیب مشکل بازی حل میشه. بچه ها حواستون باشه که برای هر شکلک کلی هم بنویسید، هر کلی که میخواید تو شکلک مربوط کلیک کنید و به کلش رو بنویسید. خب فکر میکنم برنامه تموم شد، حالا به طور کامل یه بار ببینیم. وقتی کلید بچه رو میزنم و اسپیس رو بزنم دختر از اون تو کنید، اگر نزنم و این کار رو نکنم اون رو بازی تمام میشه.